کدوم گزینه در ارتباط با زنجیره انتقال الکترون موجود در قشای درونی میتوکندری یک سل زنده پوششی بدن انسان نادرست است؟ ببین، اصلا واسه من مهم نیست داره در مورد چی حرف میزنه. توی این سبک تستا فقط بگرد دنبال این که اینا گلوبول قرمز میبینی یا نمیبینی. اگر گلوبول قرمز ندیدی، همه سلولای جانوری مثل همه. الان اینجا آیا گلوبول قرمز رو گفته؟ نه، پوششی پوست انسان رو گفته. پس اگر فقط گلوبول قرمز نباشه، همه مثل همن. حالا بریم نگاه کنیم میگه کدام گزینه چی است؟ نادرست است. انرژی لازم برای پمپ کردن پروتون ها از الکترون های پر انرژی تامین می شود. راست میگه دیگه. توی میتوکندری الکترون های پر انرژی NADH و FADH2 شکسته می شد، الکترون هاشو می داد. وقتی تو زنجیره انتقال الکترون حرکت می کردن انرژی هاشون زیاد بود، پمپ ها رو را می داختن، هاش مثبت چه اتفاقی میافتاد؟ میومد به فضای بین دو قشا. پس نگه انرژی لازم برای پمپ کردن پروتون از الکترون های پر انرژی تامین میشه. صحیحه. یون های اکسید در ترکیب با پروتون های موجود در بستر مولکول آب را به وجود میآورند. راست میگه دیگه. الان چه اتفاق میافتاد؟ او الکترونی که تو زنجیره انتقال الکترون افتاده بود میرفت یه اوی رو پیدا میکرد، الکترونه بهش وصل میشد، تبدیلش میکرد به اوی منفی. حالا اوی منفی دنبال چی میگرده؟ دنبال پروتون. اکسید دیگه دنبال پروتون میگرده. بعد چی ساخته میشه؟ آب ساخته میشه. در حقیقت این به این صورته. پس میتونه دوتا هاش مثبت رو به خودش بگیره و احیا. پس میگیم که تبدیل به آب میشه. پس اینم درسته. تنها راه ورود پروتون ها به بخش داخلی میتوکندری عبور از نوع کانال پروتئینی است. راست میگه. تنها ورود پروتون ها از کجاست؟ کانالیه که ATP میسازه. کانالیه که ATP میسازه. پروتون ها یه دفعه میریزن داخل و اون کانال شروع میکنه فعالیت کردن و ATP رو تولید میکنه. کاملا صحیحه. هر ترکیب دریافت کننده الکترون یونهای هاش مثبت را به فضای بین دو قشا توی میتوکندری چکار میکنه؟ پمپ میکنه. همین الان کتابتو بردار بیار، زنجیر انتقال الکترون رو نگاه کن. اگر زنجیر انتقال الکترون نگاه کنی، چیزایی که بهت میگم رو دنبال کن. شما الان دارید اول بسم الله یه پمپ میبینید، NADH چسبیده بهش، شکسته شده، الکترون ازش رد شد، قبول. دومی رو نگاه کن، FADH2 بهش چسبیده و ازش هاش مثبت، اولی هاش مثبت منظورم بود، گفتم هاش مثبت رد میشه. دومی رو نگاه کن، الکترون ازش رد میشه ولی هاش مثبتی عبور نمیکنه. هاش مثبتی عبور نمیکنه. بعد دوباره میره بعدی، هاش مثبت رد میشه، رو سومی هیچ، چهارمی دوباره هاش مثبت رد میشه. یعنی در حقیقت بگیم که تعداد پروتئین ها. پس من اگه بخوام این ریختی برات بکشم، یه همچین حالتی میشه. اولیه که NADH شکسته میشد، هاش مثبت رو رد میکرد. دومیه FADH2 شکسته میشد، هاش مثبتی رد نمیکنه. سومیه هاش مثبت رد میکنه. چهارمیه که این پایین باشه، که فقط هم با یکی از دو لایه قشا در ارتباطه، بازم هاش مثبتی رد نمیکنه. اوکی. حالا بعدی هم که دیگه کلا میگیم در حقیقت اینجا الکترون میرفت، آب ساخته میشد و هاش مثبت هم دوباره میومد به فضای بین دو قشا. پس میگه همشون هر ترکیبی که الکترون میگیره، یعنی این و این، میگه همشون هاش مثبت پمپ میکنن. نه دیگه، الان این دوتا هاش مثبت پمپ نمیکنن. پس نادرسته. جواب اونم میشه گزینه 4.